پرواز طیاره های بی پیلوت در آسمان افغانستان نگرانی تازه‌ای را خلق کرده است. مرکز مطالعات صلح و امنیت بین المللی پوهنتون مگیل امریکا گفته است که پرواز طیاره های بی پیلوت در آسمان افغانستان مردم این کشور را نگران ساخته، زیرا مردم از این طیاره ها خاطره خوش ندارند. در افغانستان مردم این کشور متاثر از زمزمه های سیستم هوایی بدون سرنشین هستند که بر سلامت روان آنها تأثیر انداخته است. مردم افغانستان تجربه تلخی از این زمزمه ها در گذشته دارند. معاون سرمنشی سازمان ملل هم گفته که گروه های تروریستی برای پیگیری برنامه های خود با استفاده از فناوری های دیجیتالی کم هزینه و در دسترس ماهرتر می شوند. شبکه های تروریستی به طور فزاینده در استفاده از فناوری های دیجیتالی کم هزینه و در دسترس برای پیگیری برنامه های خود ماهرتر می شوند. گروه های مانند داعش و القاعده همچنان در رسانه های اجتماعی فعال هستند و از پلتفرم ها و برنامه های پیام رسانی برای اشتراک گذاری اطلاعات و برقراری ارتباط با اعضای خود به منظور جذب، برنامه ریزی و جمع‌آوری کمک‌های مالی استفاده می‌کنند. پیشتر هم گزارش‌های در مورد پرواز این طیاره‌ها نشر شده بود. آگاهان نظامی می‌گویند که در حال حاضر افغانستان قادر به شناسایی این طیاره‌ها نیست. از این رو امارت اسلامی باید با کشورهای همسایه افغانستان وارد گفتگو شود. ما سیستم دفاعی هوایی را نداریم که از این حرکات مخالفین جلوگیری کنیم. بنابراین بخاطر رفع تشویش مردم افغانستان و بخاطر حفظ حریم فضایی افغانستان ما باید تکنیک مدرن به دست بیاریم و از نگاه قوانین و مقررات با کشورهای منطقه و جهان در تعامل بریم. این در حال است که بارها مقامهای نظامی امریکا گفتند که اوضاع در افغانستان را زیر نظر دارند. برخی ها باور دارند ممکن است این طیاره های بی پیلوت مربوط همچو کشورها باشد. افغانستان زمان بهترین و قوی ترین دستگاه رادار داشتند که به زودترین فرصت میتونست اهداف هوایی را کشف و از بین ببره. متاسفانه با آمدن مجاهدین و همه فروخته شد یا به کشورهای خارج انتقال داده شد. با آمدن امریکایی ها صرف همه قدر که خودشان استفاده کنند یک سیستم رادار داشتند. امارت اسلامی تا کنون در مورد امنیت حریم فضایی کشور و چگونگی کنترل آن چیز نگفته است، اما تاکید میکند که امنیت افغانستان در کنترل نیروهای امنیتی است و تلاش ها برای احیای قوای هوایی نیز ادامه دارد.